کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماست. آقای متین، خیلی خوش آمدید. وزیر دفاع اسرائیل گفته تعداد ناچیزی از اعضای حماس در غزه باقی موندن. در هفته‌های اخیر هم بعضی از نیروهاش رو اسرائیل از غزه خارج کرده. این چه تصویری به ما میده از صحنه جنگ در غزه و احتمالاً آینده اون؟ خب ارتش اسرائیل طبیعتاً میخواد وضعیتی رو تصویر بکنه که نشون بده عملیات نظامیشون موفقیت‌آمیز بوده، ولی حتی بر اساس آمار خود دولت اسرائیل اگر اون 12,000 نفری که اونا ادعا میکنن درست باشه که از حماس کشتن، هنوز هم حماس حدود 18,000 نفر باید نیرو داشته باشه، چون قبل از این جنگ 30,000 نفر نیرو داشت حماس. در این حال همین چند روز پیش ارتش اسرائیل دستور داد که مناطقی در شمال غزه که چندین هفته پیش دولت اسرائیل اعلام کرده بود که از حماس در واقع پاکسازی شده، از مردم در اون مناطق در شمال غزه خواسته بود که یکی دو منطقه رو ترک بکنن به دلیل شدت درگیری هایی که در اون منطقه بود. یعنی حماس در اونجا هم ظاهرا هنوز فعال هست. در صورت کارشناسان آمریکایی و حتی اسرائیلی همیشه معتقد بودن که جنگ خیلی طولانی خواهد بود و اینطوری خیلی ساده نیست که حماس کلا از بین بره. در این حال نیرو در دوروبر خان رفح جمع شده بعد از عملیات خان یونس و مردم همچنان که سازمان‌های بین‌المللی هم اشاره می‌کنن، خب خیلی نگران این هستن که حمله وسیع باعث کشتار بیش از اندازه‌ای بشه. ولی در این حال کابینه آقای نتانیاهو و شخص ایشون مصر هستن که بدون حمله به رفح و در واقع پایان دادن به اون گردان‌هایی که در اونجا به زعم اونها باقی موندن، این جنگ تمام نشده است و حتی عدم حمله رو تا حد زیادی به عنوان یک شکست برای اسرائیل تصویر کردن. به این دلیل به نظر میرسه که خیلی سخت است برای دولت اسرائیل که این حمله رو انجام نده، و اگر انجام بده این رو، خب احتمال هجوم مردم به اونور مرز هست. گزارش‌هایی وجود داره که دولت مصر سرگرم ساختن یک سری کمپ‌های به اصطلاح موقت هست در طرف به اصطلاح اونور مرز در خاک مصر، چون اونا حدس می‌زنن که مردم در صورت این حمله ای حتما به سوی درگاه‌های دروازه‌های اون گذرگاه مرزی حمله خواهند کرد، و این خب باعث یک بحران انسانی جدیدی خواهد شد که به احتمال زیاد فشار رو روی اسرائیل از سوی حتی همپیمانانش ایالات متحده، که اتفاقا برای اولین بار یک قطعنامه ای رو تقدیم شورای امنیت کرده که از حمله به رفح در واقع میخواد از اسرائیل که این حمله رو انجام نده. یعنی فشار روی اسرائیل بیشتر میشه، ولی در این حال عدم این حمله هم با توجه به آرایش سیاسی که در داخل دولت آقای نتانیاهو هست خیلی بعید هست که کلن کنار گذاشته بشه همچین حمله ای. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون، خیلی متشکرم.